سلام بر اردلان عزیز، حالت چطوره؟ خوبی؟ شما خوبی؟ اردلان جلوی تو لایو رفتم دیدم ریاضی سخته ها. چرا؟ تو خودت بابا ریاضی بابا اذیتمون میکنی اینجا. پشت میگه اونم بگو اونم بگو اونو نگو اونو زیاده. اینو میشه از اون روش رفت؟ بچه ها خداییش جلوی اردلان لایو رفتن خیلی سخته. اردلان خودش یکی از قدرهای ریاضی. حالا فکر کنیم ما میخوایم ریاضی انسانی رو با اردلان بریم. اما بچه ها امروز روز اول از لایو های ماست و قرعه به نام درس ریاضی افتاد. مطمئنم که ما پر انرژی با حال قرار لایو رو شروع بکنیم. درس ریاضی که درس بدبدنیه برای بچه انسانی. آقا بچه ها لایو آغاز شد دیگه، میخوایم از مبحث شماره شروع کنیم. سلام و وقت بخیر خدمت بچهای گل. بچهای گل کرمی هم دیگه نگه، معرفی نکنیم هر بار دیگه. کرمی هم مدرس درس ریاضیتون، باز معرفی کردم، مدرس درس ریاضیتونم. بچه ها امروز اومدیم توی لایو پرقدرت، مباحث ترم اول ریاضی انسانی. دو تا مبحثیه که معمولا بچه ها باش کلنجار میرن، خیلی خوب به دلشون نشسته. چرا؟ چون یه اصطلاحات خاصی داره که باش خیلی حال نمیکنن. اما مطمئن باش تو این لایو کاری میکنیم که سوالا تکراری بشه. بچه‌ای که سر کلاس ما معمولا میشینن اینو دیدن، اینو به چش دیدن. یعنی دیگه من مبحث شمارشو میارم میگه بابا حالم به هم خورد، بس رد کن برو دیگه. بریم یه خورده مباحثو شروع کنیم بچه‌ها، ببینیم چیه. آقا اوکییم، شروع کنیم. یه خود صحبت کنیم. خب بچه‌ها دارن میان. بچه‌ها نگاه کنید، لایو ما اولوش 1 ساعت 1 ساعت و نیم، پرواز ما ممکنه طول بکشه. تو هین پرواز تا ارتفاع 30,000 پایی میریم بالا. قرار مبحث شمارش، مبحث احتمال، و ایشالا اگر شد ببینم خوب با من گوش کنید، حال کنیم با هم دیگه، فضا خوب بره جلو، ایشالا یک مبحث چرخه آمار رو هم با هم میریم، کلی سرش قرار بخندیم. مبحث چرخه آمار خیلی مبحث با نشونه گذاری هایی که بهتون میگم مبحث شیرین و جذابی میشه. اما مبحث شمارش چند تا کلید واژه داریم، با کلید واژه ها خیلی بازی میکنم. بچه ها به شدت به کلام من و اصطلاحاتی که روی واژه ها میچسبونم، روی سوالات میچسبونم دقت کن، چون اونها در واقع کلید حل سوالات شماست. و بریم که ببینیم چی میشه. در واقع تو خود کتاب درسیتون اومده فصل شمارش و فصل احتمال رو به عنوان دوتا سرفصل سنگین آورده که تو طبق بخشنامه‌ای که خود آموزش پرورش داده باید اولوش 16-17 نمره از این دوتا سرفصل به انضمام 3-4 نمره از بحث چرخ آمار به شما سوال بده. ببینید بحث شمارش بحثیه که در واقع پیش زمینه بحث احتمال ماست. بریم شروع کنیم. آقا شمارش چیه؟ بچه ها من ابتدا رو یه خورده سرعت میگیرم، فقط کلید واژه، هیچ جا ازت نمیپرسه اصل جمع واسه من تعریف کن، کلید واژه بهت میده. خب ببینیم چی میگیم. آقا ما تو شمارش 5 تا قاعده کلی داریم: اصل جمع، اصل ضرب، جایگش، تبدیل، ترکیب. تمام. همین 5 تا اصل رو قرار ببینیم، کمک من میکنه که بتونم بشمارم. اصلا اسم فصل شمارشه، یعنی شما بتونی بدون اینکه نمیدونی با انگشت بشماری کل عبارات ها و سوالاتی که میده حالتاشو بیا شمارش کنی. یکی از اصلای ما اصل جمعه. بچه ها هر وقت تو سوال لفظ یا دیدی یاد اصل جمع بیفت، یعنی سوال گفت یا تو میگی جمع، یعنی نماد ریاضی یا برای ما جمعه. این اصل جمع. مثلا میگه یه فروشگاهی دو تا کفش داره، سه تا کیف داره. بعد تو سوال اومده گفته من بخوام یه کفش یا یک کیف. این یا باید بگیم آقا کفش ما دو تا حالت داره، کیف ما سه تا حالت داره. اینا با هم دیگه جمع بکنه بکنه 5. اصل ضرب رو به تبعش تعریف میکنیم. اصل ضرب کلید واژه و رو داره. بچه‌ها هر وقت تو صورت سوال و دیدی یاد اصل ضرب بیو. جا فیت تو فیت کنیم. باش ببین بلدم با صفحه کار کنم بردلا. هیچ کی بلد نیست. حالا تازه میخوام کار با پی دی اف انوتیتور بچه‌ها یاد بدم. پس بچه‌ها ما دو تا کلید واژه یاد گرفتیم، گفتیم هر وقت تو سوال یا آورد یعنی اصل جمع، حالت‌ها رو با هم جمع کن. هر وقت تو سوال و آورد یعنی اصل ضرب، حالت‌ها رو تو هم ضرب کن. همون مثال فروشگاه یادته. فرض کن من دو تا مدل کفش دارم، سه تا مدل کیف. سوال من بگه آقا ما یک کفش و یه کیف بخوایم بخریم. چون و گفته من یاد اصل ضرب میافتم. تعداد حالتاش که دو تا حالت باشه رو میام تو سه تا حالت این ضرب میکنم و میشه 6 تا حالت. حالا نوشتن حالت ها رو ببین: کفش آ، کفش بی،
کیفم ایکس و ایگرگ و زد. شما نگاه کن یه بار میای میگی آ و ایکس، یه بار میگی آ و ایگرگ، یه بار میگی آ و زد، این سه تا. یه بار با بی میگی، میگی بی و ایکس، بی و ایگرگ، بی و زد. این شش تا حالت ما. یه بحثی هست به نام بحث تعمیم. اصطلاح تعمیم ممکن اینجا بشنوی. آقا تعمیم میگه برای دو تا کار نیست، برای 100 تا کارم بود، اگر اصل ضرب بود همه رو بیار تو هم دیگه ضرب کن. این بحث تعمیمه. حالا مثال حل میکنم ببینیم. مثلا گفته به چند روش میتونم به طور تصادفی به 10 تا سوال چهار گزینه‌ای پاسخ داد. ببین میخوای به 10 تا سوال پاسخ بدی، سوال اول و سوال دوم و سوال سوم، ببین خودت با خود مرور میکنی، میگی سوال اول من همینجوری میمونم ها. رفتیم. خب ببین میگه 10 تا سوال، سوال اول و سوال دوم و سوال سوم و سوال چهارم. یعنی حالت های من چون دارم و به کار میبرم باید تو هم ضرب شه. ببین سوال اولو تو میگی 10 تا سوال دارم دیگه، مگه نه؟ 10 تا سوال اینه. سوال اول چند تا حالته؟ سوال چهار گزینه ایه، 4 تا حالت داره. سوال بعدی 4 تا حالت، سوال بعدی 4 تا حالت. میبینی تعداد کل اینا شده 10 تا. پس من در واقع 10 تا 4 دارم که تو هم ضرب میشه، میشه 4 به توان 10. توان تکرار همیشه بچه‌ها، چون 10 تا سوال دارم تکرارش 10 باره، پس توانش میشه 10. هر سوال 4 تا حالت داشت، 10 تا هم تکرار شد میشه 4 به توان 10. مثال بعدی رو نگاه کن. ببین میگه میخوایم 4 تا پیرن قرمز، 4 تا آبی، 2 تا سبز، 3 تا پیرن به صورت تصادفی انتخاب کنی. پس تو باید بیا بگی آقا من پیراهن اولم و پیراهن دومم و پیراهن سومم، درست؟ خب میگه از هر رنگ یک انتخاب شود. پس شما میگی من یه دونه قرمز انتخاب میکنم، یه دونه آبی انتخاب میکنم و یه دونه سبز. این و مهمه، هی بگی و و و، چون و گفتی حالتاش رو هم ضرب میشه. آقا ما چند تا حالت برای قرمز داریم؟ 4 تا حالت قرمز ضرب میشه، در 4 تا حالت آبی ضرب میشه بر 2 تا حالت پیراهن سبز. ضرب انجام میدم، مثلا میگم تعداد حالت های ما میشه 32 تا حالت. ببین بچه‌ها برای نوشتن عدد های چند رقمی، مثلا سوال گفته چند تا عدد سه رقمی میتوان نوشت. شما وقتی میخوای عدد سه رقمی بنویسی باید یکان و دهگان و صدگان تشکیل بدی، برای همین اصل ضربه. یه نکته رو همینجا از من بپذیر، همیشه از محدودیت شروع میکنید به نوشتن. یعنی مثلا عدد سه رقمی محدودیتش معمولا رو چی اعمال میشه؟ آقا اینجا مثلا عدد صفر نمیتونه بشینه. چرا؟ چون صفر سمت چپ عدد معنی نداره. پس این محدودیت واسه من داره ایجاد میکنه. چرا محدودیت؟ آقا صفر نمیتونه بشینه، ولی اینا که محدودیت نداره. این نکته رو همینجا ابتدای کار من بپذیر، چون میخوام هی مثال بزنم و این محدودیته برای من هی چالش ایجاد میکنه. خب داشتم میگفتم آقا قرار عدد سه رقمی بنویسیم، پس یکان، دهگان و صدگان نیاز داریم. گفته با ارقام غیر صفر. بچه ها شما چند تا حالت برای یکان میتونید قرار بدید؟ ما 9 تا عدد داریم دیگه غیر صفر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. برای دهگان چند تا حالت داری؟ اونم 9 تا حالت داره. برای رقم صدگان اونم 9 تا حالت داره، 9 تو 9 تو 9 میشه 729 تا حالت. آقا سوال گفته، گفته عدد سه رقمی، حرفی از تکرار نزده. یعنی اردلا من هم میتونم تکراری بذارم هم میتونم غیر تکراری بذارم. ممکن بود تو عدد 123 رو بخوای استفاده کنی یا 777. سوال نگفته تکراری نباشه، اما ناکو قسمت ب گفتم چند تا عدد سه رقمی با ارقام غیر تکراری. اولا بچه ها مغزتون شرطی نشه، سوال قبلی گفته بود صفر نباشه، اینجا میتونه صفر باشه، گفته ارقام من تکراری نباشه. اردلان گفتم همیشه از محدودیت شروع میکنیم، مگه نه؟ الان کدوم اینا محدودتره؟ قرار ارقام من غیر تکراری باشه. ما میگیم آقا رقم سمت چپ چل یک. چرا دو. چرا اینجا باید تکراری نباشه؟ آقا چون صفر نمیتونه اینجا بشینه بچه ها. آها دیگه سه رقمی نیست، چون صفر اگه سمت چپ بشینه عدد دو رقمیه. شما 0 21 نمینویسی به عنوان عدد سه رقمی، 21 میشه عدد دو رقمیت. پس نه آقا صفر نمیتونه اینجا بشینه. ما چند تا حالت داریم؟ آقا 0 تا 9 10 تا حالته. صفر نتونست اینجا بشینه، پس اینجا 9 تا حالت داریم.
حالا میخوام رقم دهکان رو پر کنم. رقم دهکان چند تا حالت؟ بچه ها ما 0 تا 9مون 10 تا حالت داره. یکیش مصرف شده. مثلا ممکنه یک ما اینجا مصرف شده باشه. ممکنه 5 اینجا مصرف شده باشه. پس من 10 تا عدد دارم. یکیش در رقم صدگان مصرف شده. اینجا میمونه 9 تا حالت. درسته؟ چرا 9 تا؟ چون یه دونه عدد ببین نگاه کن اردلان، بچه‌ها این اشتباهو میکنن. اینجا حالت ها رو میان یه دونه کم میکنن، این نکته ای که معمولا گیر میکنن. بچه ها همیشه میخواید بشمرید کل رو حساب بکنید، بعد اونایی که نمیتونیم رو حذف میکنیم. مثلا رقم سمت چپ چپو ما میخواستیم حساب بکنیم، چپ 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 من چند تا عدد بود؟ ما بگیم 10 تا عدد داریم، صفر رفت کنار مون 9 تا. بعد وسطی رو میخوام پر کنم، دست بذارم وسطی رو میخوام پر کنم. آقا وسطی که میخوام پر کنم دوباره 10 تا حالت دارم، ولی یکیش اینجا قبلا مصرف شده. درسته صفر اضافه شده. اردلان بچه‌ها گیج میزنن. ما هر بار کل رو در نظر میگیریم، میبینیم چند تاش محدودیت داره حذف کنیم. چرا بنویسم بچه‌ها؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بابا درسته انسان، یعنی انقدر دیگه بچه‌ها اذیت نیستن. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا. بچه‌ها هر بار که می‌خوام این جایگاه‌ها رو پر کنم کل این 10 تا تو ذهنم میاد، میگم رقم سمت چپ چپ 0 میتونه بشینه، میخوام 9 تا حالت. وسطی رو میخوام پر کنم دوباره 10 تا حالت دارم، ولی یکی از این ارقام تو چپ مصرف شده، دوباره 9 تا حالت. حالا رقم یک رو میخوام بنویسم، دوباره اردلان میگم 10 تا عدد دارم، ولی یکیش اینجا رفته، یکیش اینجا میمونه 8 تا حالت. حالا اینو تو هم دیگه ضرب میکنم، 9 81 81 ضرب در 8 8 تا 64 تا یه 8 هم میشینه اولش. خیلی زیبا ضرب رو انجام میده. آقا نگاه کن، گفته با ارقام 0 1 2 3 4 5 چند عدد سه رقمی فرد. مگه نگفتم همیشه از محدودیت شروع کن؟ آقا داره میگه فرد محدودیت چیه؟ بچه چه رقمی رو میگن فرد؟ این مال دبستانه، مال دبستانه. چه رقمی رو میگن فرد؟ وقتی یکان من فرد باشه. چون عدد سه رقمی میخواد بذاره، من سه تا جا خالی میذارم. شما باید یکان و دهگان و صدگان داشته باشی. پس بینشون ضرب گذاشتن. چون لفظ و منو یاد ضرب میندازه. ما گفتیم از محدودیت شروع کن. عددهای فرد من چی هست؟ گفته از بین این ارقام 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 کلن 6 تا عدده. کدوماش فرده؟ بچه ها یک فرده، 3 فرده، 5 هم فرده. پس اردلان من برای یکان نوشتن 3 تا حالت دارم. این محدودیت اول من، درسته؟ بعد از این یکان که به خاطر فرد محدود شده بود، محدودیت بعدی میاد رو رقم صدگان. ما رقم 0 دارم، چون 0 نمیتونه هیچ وقت سمت چپ بشینه. ما 6 تا عدد داریم بچه ها. از این 6 تا عدد یکیش تو رقم یکان مصرف شد، میمونه 5 تا. از این 5 تا 0 هم نمیتونه قرار بگیره، میمونه 4 تا حالت. میبینی هر بار میگم کل رو در نظر بگیر، اضافات رو حذف کن، وسط رو میخوام پر کنم. آقا ما 6 تا عدد داریم، 0 1 2 3 4 5 6 تا عدده. یکیش تو رقم یکان مصرف شد، یکیش تو رقم صدگان میمونه دوباره چند تا؟ 4 تا حالت. 4 تو 4 تو 3 ضرب میشه، ضرب همه اینها میشه 48 تا حالت. بچه ها یعنی با ارقام 0 1 2 3 4 5 من 48 تا عدد میتونم واسه تو بنویسم که این 48 تا همش فرد. خب ببین یه مثال کتاب درسیه، خیلی بامزه است. نگاه کن، اومده گفته اینم باز دوباره به اصل ضرب و اینها داره توجه میکنه ها. خب آقا الف به چند روش میتوان از طریق شهر بی از آ به سی سفر کنیم. بچه ها پس از آ باید برم به بی برسم، از بی باید برم به شهر سی برسم. ببین اردلان دوباره این لفظ ویار خودم میام تکرار میکنم. یه سوالی که همیشه برای بچه ها به وجود میاد، بچه ها میگن آقا کی و کی یا از کجا فهمیدی؟ کی اصل ضربه، کی اصل جمعه؟ بچه ها معمولا به جنس مسئله بستگی داره. خودت مسئله رو با خودت مرور کن، ببین و به کار میبری یا به کار میبری. هر کدوم رو به کار بردی اونو مصرف کن. من الان از شهر آ میخوام برم شهر سی، من با خودم اینو میبین کدومش قشنگ تره، ببین خدایش ببین کدوم بهش میاد. از آ میرم به بی و از بی میرم به سی، این قشنگ تره؟ یا اینکه اینجوری بگم از آ میرم به بی یا از بی میرم به سی،
کدوم قشنگتره بچه ها؟ وعه قشنگتره دیگه. وعه قشنگ چون از آ میخوام برسم به سی، پس از آ میرم به بی و پس ضرب میذارم، از بی میرم به سی. از آ به بی که میخوام برم سه تا حالت دارم، از بی به سی که میخوام برم چهار تا حالت دارم. گفتم ضرب بشه تو هم دیگه، پس سه ضرب داره چهار میشه، میشه دوازده تا حالت. یعنی من به دوازده تا حالت از آ میتونم برم شهر سی برسم. برو نگاه کن، گفته به چند روش میتوان از شهر آ به شهر سی سفر کرد. ببین دانش آموز میگه آقا من از آ میرم به بی و از بی میرم به سی و از بی میرم به سی، یا از آ میرم به دی و از دی میرم به سی. پس از آ میرم به بی، از بی میرم به سی و داره، از آ میرم به دی و از دی میرم به سی. این وسطش یا بود، دیدی؟ گفتم اردلان یا از طریق شهر بی برو به سی برس ده. یا از طریق شهر دی. پس حالتهای با بالایی با حالتهای پایینی باید با هم دیگه جمع بشه. بالایی که گفتیم سه تا، ضرب داره چهار تا، میشه دوازده تا حالت. توی پایینیه میگیم سه تا ضرب داره دو تا، میشه شش تا حالت. چون گفتم یا از طریق بی یا از طریق شهر دی، این حالت ها تو هم دیگه جمع میشه، میشه 18 تا حالت. ما میتونیم از شهر آ به شهر سی برسیم. آقا نگاه کن، گفته به چند روش میتوان از بی به دی سفر کرد. بچه ها اینو دیگه بریم ذهنی بزنیم. از بی میخوام برم شهر دی. ببین از بی میری به سی و از سی میرم به دی، یا از بی میرم به آ و از آ میرم به دی. این برای ناخو اردلا چهار تا ضرب داره دو تا، چند تا میخوره؟ هشت تا مسیر. اردلا این وری بخوام حرکت کنم سه تا ضرب داره سه تا، نه تا. پس 17 تا مسیر میتونم از بی به شهر دی. قشنگ نبود خداییش؟ اصلا یه جوریش پیشه خداییش میبینه، به خدا لذت میبره. خب اینم حل رو گذاشتم، اگر اسکرین میخوای بگیرا که بعد از لایو حالا تونستن نگاه کنن. آقا خیلی قشنگه، میخواییم از تهران به شیراز سفر کرده دوباره به تهران بازگردیم، پس یه بار از تهران میرم به شیراز و یه بارم از شیراز برمیگردم تهران، پس حالتاش تو هم باید ضرب شه، حواست باشه. آقا گفته طبق مسیر اگه نگاه بکنی یکی از مسیرهای بین یزد و شیراز مسدوده. خب این مسیر مسدوده، من این مسیر رو پاکش میکنم، مسیر مسدود بود دیگه. خب ببینیم از تهران به شیراز چند تا راه وجود داره. بچه ها دو راه مستقیمه یا دو راه از اصفهانه که میشه دوی ضرب در دو، یعنی چهار تا مسیر از بالا، یا سه تا ضرب داره یه دونه، یعنی سه تا مسیرم از پایین میره. پس ببینید وقتی از تهران میخوام برم شیراز یا مستقیم یا این چهار تا یا این سه تا، اینا با تو هم جمع شه، چهار و دو و سه رو با هم جمع میکنه میشه نه تا حالت. پس ما نه تا مسیر از تهران میریم به شیراز و نه تا مسیر از تهران بر میگردیم تا شیراز. نه ضرب در نه میشه 81. واضح بود؟ خیلی هم عالی، تکنیک متمم. فرض کن اومدم تو لایف با خودم 200 تا توپ آوردم، 200 خوب تو ذهنت باشه، 200 نه 200 آقا 200. بعد با خودم 200 تا توپ آوردم، بچه 10 تاش تو این کیسه است، بقیهش تو این چند تاست؟ یعنی 200 تا توپ آوردم 10 تاش اینجا، بقیهش چند تاست؟ 190 تاست. به این تکنیک میگن تکنیک متمم. بعضی وقتا شمارش از طریق مستقیم سخته، کل حالات منهای اونایی که نمیخوای. یه مثال ببینیم، یادت میاد گفتم با ارقام 0 1 2 3 4 5 چند عدد سه رقمی فرد و قبلا با هم صحبت کردیم، گفتیم بچه‌ها با این ارقام 48 تا عدد فرد میتوان نوشت. حالا سوال من چی رو خواسته؟ زوجشو خواسته. ببین میگم کلا با این ارقام چند تا عدد میشه ساخت. بریم نگاه کنیم بچه ها، میخوام ارقامی که با این ارقام 0 تا 5 میتوانم بنویسم رو واسات بگم. کل حالات ما چی میشه؟
محدودیت ما اول کدومه؟ سمت چپ چپ. ما 6 تا عدد داریم که صفر نمیتونه بشینه. پس اینجا میشه 5 تا حالت. اردلان میتونم تکراری بذارم؟ نه، چون سوال گفته بدون تکرار. پس وسطو میخوام پر کنم. بچه ها چند تا عدد داشتیم؟ 6 تا. یکیش مصرف شده تو صدگان. پس دوباره میمونه 5 تا حالت. میخوام رقم 1 رو پر کنم. چند تا عدد داری؟ 6 تا. یکیش اینجا رفت، یکیش اینجا رفت، میمونه 4 تا حالت. اینا تو هم ضرب میشه، میشه 100 تا حالت. ببین پس عزیز من، با ارقام 0 تا 5 100 تا عدد سه رقمی میتونی بنویسی. 48 تاش تو اون مثال دیدی فرده، پس چند تاش زوجه؟ دقیقا اعداد زوج من 100 منهای 48 میشه 52 تا عدد. این تکنیک محتمل باش آشناشی. نمیرم، میخواستم مستقیمشو برم، نمیرم. فاکتوریل چیه؟ فاکتوریل باز مال سال دهمته، ولی آشنا باش باش. فاکتوریل یعنی عددهای طبیعی باید مطرح کنیم. وقتی فاکتوریل یه عددی رو میگی، یعنی از اون عدد ضرب کن تا به 1 برسی. من انتظارم اینه که از شما تا 6 فاکتوریل بلد باشی. مثلا 0 فاکتوریل طبق قرارداد میشه 1، 1 فاکتوریل میشه 1، آقا 2 فاکتوریل میشه 2 ضرب در 1 یعنی 2، 3 فاکتوریل یعنی 3 ضرب در 2 ضرب در 1 میشه 6، آقا 4 فاکتوریل میشه 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 24. بچه ها 5 فاکتوریل، اردلان قبول داری که من میتونم بگم این ضرب در یه دونه 5 5 فاکتوریل بهم میده؟ پس 24 ضرب در 5 بچه ها میتونم بگن 120. آقا قبول داری 5 فاکتوریل تو دلش 1 تا 5ه؟ پس اگر 6 فاکتوریل رو بخوای بگی، میگی 6 فاکتوریل یعنی 1 تا 6، 1 تا 5 رو ضرب کردم 120، یه دونه 6 هم توشون ضرب میکنم 720. بچه ها تا 6 فاکتوریل حفظ داشتید به درد ما میخوره. چند تا قاعده در مورد فاکتوریل ها ببینیم. یکی از نکات مهمی که در بحث شمارش و بحث محاسبات درتون میخوره شیکوندن یک فاکتوریله. ببین آقا، مثلا من میخوام اینجا این واسات مطرح کنم، 9 فاکتوریل. 9 فاکتوریل یعنی چی؟ یعنی از 9 ضرب کن تا به عدد چند برسی؟ تا به عدد 1 برسی. همه رو تو هم ضرب میکنم تا به 1 برسم. خب من میتونم اینو بشکونمش. یعنی چی؟ یعنی اردلان دونه آخرش دوست دارم، اینو ور میدارم، بقیه رو با هم به صورت مجموعه مینویسم 8 فاکتوریل. پس ببین اینو میتونیم بنویسیم 9 ضرب در 8 فاکتوریل. یه دانش آموز دیگه میاد میگه آقا من دوست دارم دوتای آخر رو نگه دارم، بقیه رو تو هم ضرب کنم. پس اردلان میشه 9 ضرب در 8، بقیهش میشه 7 فاکتوریل. آقا تو دلش 1 داده 7 اینه کانگورو کردم تو دل 7 نماد فاکتوریل گذاشتم. اینه کانگورو کردم تو دلش نماد فاکتوریل گذاشتم. وقتی 7 فاکتوریل میبینی یعنی 7 6 5 4 3 2 1 تا 1 تو هم همه ضرب میشه. بچه ها نکته مهمش اینه که یاد بگیری چه شکلی n رو بشکونی. من وقتی n فاکتوریل دارم دوست دارم دونه آخر رو بردارم. n رو بردارم چی میمونه؟ n منهای 1 تا 1 عین کانگورو تو دلشه، میشه n منهای 1 فاکتوریل. دوست داری دوتای آخر رو برداری، n رو بر میدارم، n منهای 1 هم بر میدارم، میمونه n منهای 2 تا 1 که میشه n منهای 2 فاکتوریل. این نماد فاکتوریل هم بلد باش که تو محاسبات الان جلوتر باش کار داریم. مثلا گفته 3 فاکتوریل به علاوه 3 فاکتوریل میشه 6 فاکتوریل. دارم یه نکته میگم که همه اون جمع و ضرب هایی که تا الان تو عددها خوندی تو فاکتوریل ها کار نمیکنه. 3 فاکتوریل تو بلدی چنده؟ 6. 3 فاکتوریل 6. 6 و 6 رو جمع کنم میشه 12. 6 فاکتوریل که 720. آیا اینا با هم برابرن؟ برابر نیست. میگه کسر رو ساده کن. بچه همیشه برای ساده کردن فاکتوریل باید بزرگه رو بشکنی. الان مثلا اینجا نگاه میکنم میگم قشنگ نبود 9 فاکتوریل بشکنم با 7 ساده بکنم، 4 فاکتوریل بشکنم با 3 فاکتوریل ساده کنم؟ چرا؟ 9 فاکتوریل میشکنیم، 9 ضرب در 8 ضرب در 7 فاکتوریل، با پایین ساده میشه. 4 فاکتوریل بشکنم، 4 ضرب در 3 فاکتوریل، بالا زدم رفتم شد، بالا مون 9 ضرب در 8 یعنی 72، پایینم مون 4، 72 به 4 18. دوست ندارم ساده کنم، دوست ندارم. میخوای ساده کنم بیا، چارم میزنم 2، اینم 2، 2 9 تا 18.
اما بچه تا یه جایی ساده کردن میصرفه، بقیهش ضرب کردنه جذابش بکنه. خب نهاد فاکتوریال دیدیم، یه دونه دیگه آقا 12 رو بشکنیم، 12 رو بشکن ببینم میشه 12 11 10 9، زد داره 8 فاکتوریال، 8 فاکتوریال با 8 فاکتوریال رد. 4 فاکتوریال بلدی بشکنی؟ نه. 4 فاکتوریال میشه 24، چرا بشکنمش؟ 24 با 12 میزنم یه 2 میمونه، 2 هم با 10 میزنم 5، 11 ضرب در 5 ضرب در 9. پس فعلا کسر اولم شد 11 ضرب در 5 ضرب در 9. آقا این یکی رو بریم ساده کنیم. بچه‌ها بعضن محاسبات بهتر از شکوندن میشه یه سری جا. شما مگر بلد نبودی 6 فاکتوریال میشه 720 به 2 بزن 360. پس منهای 360. آقا اینو ببین 9 5 تا 45 تا. بچه‌ها ضرب عدد تو 11 رو بهت یاد بدم. یه نکته از سوال بیا بیرون. میخوام ضرب عدد تو 11 رو بهت یاد بدم. 11 مثلا ضرب در 33، 11 مثلا ضرب در مثال 45. بچه ها چه شکلی ضرب میشه؟ 2 رو مینویسم، 5 رو مینویسم، جمع 2 و 5 7 وسطش مینویسم، 3 رو مینویسم، 3 رو مینویسم، جمع 3 و 3 6 وسطش میذارم. 11 ضرب در 45، 4 رو میذارم، 5 رو میذارم، 4 و 5 9. پس اینجا این میشه 45 ضرب در 11 یعنی 495 منهای 360. منها میکنم جوابم در میاد. 495 360 برداری میمونه 135. خب آقا جایگشت. بچه ها به حالات قرارگیری اشیا در کنار هم میگن جایگشت. یعنی چی؟ فرض کن سه تا آدم A و B و C میخوام اینا رو کنار هم بشونم. بچه ها نظم نوشتاری واسه من خیلی مهمه. سه تا A و B و C رو میخوای کنار هم بشونی، میگه آقا A و B و C، حالا جای B و C رو عوض میکنم، A C B. ببین A اول نشسته، حالا B رو بیار اول، میشه B A C، B C A، بعد C رو میارم اول، C A B، C B A. ببینید این 6 تا حالتی که میبینی میگن 6 جایگشت کنار هم قرار گرفتن اشیا. لفظ جایگشت به هر یک از حالتهایی که چند تا شی کنار هم قرار میگیره آب قطعه. وقتی حالتهایی که چند تا شی کنار هم قرار میگیرن بهشون میگن جایگشت. الان حروف آ و بی و سی چند تا جایگشت داشتن؟ 6 تا حالت داشتن کنار هم قرار گرفتن. پس من گفتم سه تا حرف آ و بی و سی 6 حالت جایگشت داره، 6 حالت در کنار هم دیگه قرار میگیره. پس توجه کن توی جایگشت ترتیب قرار گرفتن اشیا بسیار مهمه. بچه ها یه نکته ای داره، ما معمولا برای شمارش تعداد حالت کنار هم قرار گیری جایگشت از اصل ضرب استفاده میکنیم. خود جایگشت یک فرمول داره و یک کلید واژه داره. جایگشت کلید واژه‌اش اینه، این تا شی قراره در این تا مکان کنار هم قرار بگیرن، یعنی تعداد اشیا و تعداد مکان ها محدودیت نداره. دقیقاً اردلان، این تا مکان، این تا مکان میدونی یعنی چی؟ خودش ملاکیه. بچه ها تعداد اشیا قرار در تعداد جایگاه قرار بگیرن، درست؟ اما مکان استفاده رو تعداد اشیا قرار در یک سری جاها بنشینند. تعداد اشیا و تعداد جاها با هم برابره، هیچ محدودیتی نداره. مثلا من میگم 4 تا سرباز تو یک صف کنار هم وایستن، محدودیتی ندارم. 3 تا رفیق روی یک نیمکت بشینن، هیچ محدودیتی نداره. 3 تا رفیق هم 3 تا هم جا داریم دیگه. اینایی که تعداد اشیا و مکانهامون با هم برابر هستن بهشون میگن جایگشت. پس تو ببین هر وقت تعداد شیهات و تعداد جاهایی که میتونی توش قرار بگیری با هم دیگه برابر بود، یاد جایگشت بیوف. جایگشت میگه فرمول ما این فاکتوریاله. یعنی چی؟ مثلا سه تا شی تو سه تا مکان میخواد بشینه، سه تا شی دارم، سه تا هم مکان، میگیم سه فاکتوریال حالت، یعنی 6 حالت میتونه قرار بگیره. مثلا میگم 5 نفر داریم میخوایم تو صف پویسر هم ردیفشون کنی، میگه آقا 5 نفر میخوان تو صف قرار بگیرن، 5 تا نفر در 5 تا جا، 5 فاکتوریال 120. بچه ها خود این جایگشت از روی اصل ضرب تعریف شده. میتونیم جایگشت رو کلن بی خیال شیم،
فرمول ان فاکتوریال رو کلن بیخیال شید، مرسوم هم هست که بیخیالش میشن، با همون اصل ضرب میرن جلو. ببین چون ریسک جایگشت بالاست، مثلا برگشته به من میگه که تو سوال آقا به چند طریق میتوان سه نفر متقاضی استخدام در یک شرکت، یک مدیر، یک معاون و یک منشی انتخاب کرد؟ پس من سه تا آدم دارم، مدیر، معاون و منشی. یه حالت هم اینه بیام با استفاده از جایگشت برم، بیام بگم آقا سه نفر دارم، سه تا پست سازمانی هم واسه شون دارم، سه نفر تو سه تا پست میخوایم قرار بدیم، تعداد حالتاش میشه سه فاکتوریل، یعنی شش تا حالت. ولی این جربوزه میخواد، ما نمیدونم بهش چی میگید شما، این جیگر میخواد. من از این ریسک نمی کنم برم، من با اصل ضرب میرم، چون خود جایگشت بر اساس اصل ضرب انتخاب شده. میدونی من چه شکلی میگم استفاده کن، چه تو کنکورش چه تو امتحان نهاییش. آقا میگم آقا میخوای یه نفر رو بذاری مدیر، ما چند نفر داریم که میتونن به عنوان مدیر انتخاب شن؟ سه نفر. حالا میخوام معاونش رو پر کنم، یکی رو انتخاب کردم، هر دو سه نفر بودن، یکیشون رفته مونده دو نفر، ناکن سه نفر اونجا وایسادن، مدیر رو گذاشتم، چند نفر مونده؟ دو تا حالت داره. خب پس این معاونم انتخاب کردم گذاشتم، چند نفر مونده؟ یه نفر. پس یه حالت تو هم ضرب میکنم، سه ضرب داره دو ضرب داره یک، میشه سه فاکتوریل، یعنی شیش. میبینی این خیلی ریسک نداره، منو نمیترسونه. مثال بعدی رو نها کن، یه سری نکات هست که تو کتاب درسیتون هست بهش توجه نکنید، مثلا مجاز بودن یا مجاز نبودن تکرار اشیا. تو وقتی با اصل ضرب می‌نویسی حواست به اون هست دیگه. مثال نها کن، اومده گفته آقا چند تا عدد پنج رقمی با ارقام فرد میتوان نوشت. ببین با جایگش بخوام برم گیری پاچ میکنم اینجا رو، مگه قرار نیست عدد پنج رقمی بذارم؟ پس چیکار میکنم؟ یک دو سه چهار پنج تا میذارم. حرفی از تکرار زده؟ یعنی تکرار میتونم داشته باشم؟ آره، چون نگفته تکراری نباشه. ما چند تا عدد فرد داریم؟ عددهای یک سه پنج هفت نو، پنج تا عدد فرد دارم. خب هر پنج تاش میتونه اینجا بشینه؟ آره بشون، هر پنج تاش اینجا بشینه. پنج تا حالت، پنج تا حالت، پنج تا حالت که این ضربش کردیم مثلا شده 3125. چند پنج رقم فرد 1 3 5 رو روی 9 روی 5 کارت نوشتیم، با جابجایی کارت ها چند عدد پنج رقمی میتوان نوشت؟ ببین فرق این با بالایی چیه. بالایی گفته با ارقام 5 بنویس، یعنی اگه تو اینجا رو مثلا عدد 3 گذاشتی، بعدیشو بخوای 3 دوباره استفاده کنی مشکل نداری، میتونی استفاده کنی. ولی وقتی برگشته گفته 1 تا 9 رو روی 5 تا کارت نوشتم، شما وقتی میای تو رقم 1 مثلا عدد 3 رو استفاده میکنی، کارت 3 رفته، دیگه نمیتونی 3 رو استفاده کنی. یعنی به صورت خیلی سوسکی برگشته به من گفته تکراری نداشتم، ندارم، عدد 5 رقمی میخوام بنین. ناکن من جیگرشو ندارم، شما رو نمیدونم، من جیگرش ندارم بگم 5 تا عدد تو 5 تا جا 5 فاکتوریال. من میام میشمارم، میگم آقا عدد اول رو میخوای پر کنی، چند تا کارت داشتی؟ 1 تا 9 فردهاش 5 تا بود، یکی از اون 5 تا رو بذار، 5 تا حالت، یکیش مصرف شده مونده 4 تا حالت، 5 تا کارت دارم دو تاش مصرف شده مونده 3 تا حالت، مونده دو تا حالت، مونده یه دونه حالت. حالا اینا همه تو هم دیگه ضرب میشه 5 فاکتوریال، یعنی 120. از اول گفتن 5 فاکتوریال 120 یه خورده جیگر میخواد، میگم این ریسکو نکن، جلوتر میبینی چرا. مثلا اومده گفته با حروف کلمه شیرزاد، حال میکنی همه دارم مینویستم خانم شیرزاد؟ نه نه، ما یه شیرزادی داشتیم خدا لعنتش کنه. خب کلمه 5 حرفی 1 2 3 4 5. خب ببین شیرزاد خودش چند تا حرف داره. بچه‌ها همیشه برای اینکه گیج نزنید حروفشو بیارید بنویسید با کلاس، چون اذیت میکنه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. شیرزاد ش ی ر ز الف دال، چند تا حرف داره شیرزاد؟ 1 2 3 4 5، 6 تا حرف داره. گفته با الف شروع شه، پس الفو اینجا میذارم، یه حالت بیشتر ندارم، به ز خط بشه، زیرو هم اینجا میذارم، یه حالت هم اینجا. گفته حرف سوم ش نباشه، یعنی اینجا ش نذاریم،
خب محدودیت همینه. شیرزاد چند تا حرف داشت؟ 6 تا حرف داشت. یکی رو گذاشتم کنار، یکی رو اینجا گذاشتم، مونده چند تا؟ 4 تا عدد. از این 4 تا شعر نباید بشینه. پس اینجا میشه 3 تا حالت. این دو تای دیگر رو پر کنیم. میگیم آقا میخوام جایگاه اینو پر کنم. 6 تا عدد دارم. 1، 2، 3 تاش رفته. میمونه 3 تا حالت. اینجا رو میخوام پر کنم، میمونه 2 تا حالت. همه رو تو هم ضرب کن. میشه 3 ضرب در 3 ضرب در 2. 18 حالت. درسته؟ خب. با حروف کلمه کامپیوتر. دیگه اردن حالمون به هم خورد. کامپیوتر 8 تا حرف داره. گفته با 3 شروع شه. پس یه حالت. به آر ختم شه. یه حالت. حالا میخوام وسطی ها رو پر کنم. میگم 8 تا حرف داشتیم. یکیش که رفت، یکیش رفت، مونده 6 تا. بعدی 5 تا، بعدی 4 تا. تو هم ضرب میکنم 120. به همین سادگی. آقا با ارقام 0 1 2 3 4 5 چند عدد 4 رقمی بخش پذیر بر 5؟ بچه‌ها بخش پذیر بر 5 یه نکته داره. این نکته رو بهت بگم. وقتی تو ارقامم عدد 0 دارم و میخوام بخش پذیر بر 5 رو استفاده کنم یا عدد زوج، باید دو حالت کلی بشینی. چرا؟ چون گیج میشم صفره وقتی توی یکان نشست. حالا میخوام این برای حساب کنم آیا میتونم صفر استفاده کنم یا نمیتونم صفر استفاده کنم. پس دو تا حالت جداگانه میگیریم، بینشم یا به کار میبریم، یا اون یا این. یا صفر در یکان نشسته یا 5 در یکان نشسته. وقتی صفر در یکان نشسته باشه 6 تا عدد دارم، یکیش مصرف شده میمونه 5 تا، 4 تا، 3 تا. اما اگر 5 تو یکان نشسته باشه، وقتی میخوای رقم چپو پر بکنی میگی آقا 6 تا عدد دارم، 5 که مصرف شد صفرم نمیتونه، 4 تا. بعدیش دوباره 6 تا رقم داری، دو تاش رفته، 4 تا، 3 تا. این دو تا رو با هم جمع می‌کنی میشه جواب‌هاش 108 حالت. تبدیل رو میخوایم بگیم؟ آقا تبدیل رو اصلا حذفش میکنم، فقط فرمولش رو بلد باش. پی ان و آر میشه ان فاکتوریل به روی ان منهای آر فاکتوریل. چرا؟ بچه ها پی ان و آر تبدیله که توش ترتیب مهمه. ببین مثلا 9 نفر داری، میخوای بیای 3 نفر انتخاب کنی، شما 3 نفر از اون 9 نفر رو انتخاب میکنی، ولی در بین این افراد ترتیب مهمه. اگر جاشون عوض شه یک حالت جدید ایجاد شه. به این انتخابی که توش ترتیب مهمه میگن تبدیل. فرمولش n فاکتوریل به روی n منهای r فاکتوریل. باز میتونم از این چشم پوشی کنم با اصل ضرب برم جلو. میگی نه مثال رو نگاه کن، 9 نفر دانش آموز صفای 4 نفره تشکیل بدن، تو میگی صف 4 نفره، این نفر اول صف، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم. آقا نفر اول من 9 نفر دارم، میخوام نفر اول بذارم، 9 تا حالت داری. یکی رو پس مصرف کردی، مونده 8 نفر، میخوای نفر دوم صفو بذاری، 8 تا حالت. نفر بعدی 7 تا حالت، نفر بعدی 6 تا حالت. میتونیم از فرمول تبدیل هم بریم بگیم 4 تا از 9 تا رو میخوایم. با فرمول تبدیل برم 9 فاکتوریل به روی 6 فاکتوریل. ولی خداییش من با این بیشتر حال میکنم، با اصل ضرب. یعنی تبدیل رو بذار کنار، فقط بدون مفهومش چیه، ولی مسئلهش رو با اصل ضرب حل میکنیم، هیچ نیازی هم نداریم. 8 تا دونده در یک مسابقه شرکت میکنن اگر هیچ دو فردی همزمان به خط پایان نرسد. اینو فقط گفته که دو تا برنده همزمان نشده باشن، مسئله علمی مشکل نخوره. گفته به چند طریق میتوان جایزه نفرات اول تا سوم رو داد. پس بچه ها 3 نفر از رو 8 نفر باید انتخاب کنید که توش ترتیبم مهمه. پس در واقع پی 8 و 3. ولی من اینجوری حل نمیکنم. من میام میگم آقا نفرات اول، دوم، سوم. این نفر اول چند تا حالت دارم؟ 8 نفر مسابقه شرکت میکنن. از اون 8 نفر چند نفر میتونن نفر اول شن؟ هر 8 تا آدم میتونه به عنوان نفر اول انتخاب شه. پس نفر اول من 8 تا حالت داره. نفر دوم، خب یکی که نفر اول شده، نفر دوم من 7 تا حالت داره. 7 حالت، بعدیش هم ضرب داره 6 حالت. حالت ها تو هم دیگه ضرب میشه، تعداد کل حالت ها نوشته میشه، میشه همین 336. اینم فرمول دومش، اگه خواستی استفاده کن و لذت ببر. اما ترکیب، ترکیب مهمه. ببین اردن یادت حرف از مکان شد؟ گفتم تعداد اشیاء تعداد مکان برابرن میگن جای گشت. حالا توی ترکیب دیگه مکان هامون به اندازه کافی نیست،
افراد زیادن، مکان کم داریم. همیشه موزل مکان داشتیم ما، همیشه موزل مکان بوده. 9 نفر مثلا دارم، میخوام تو 3 تا مکان قرارشو بدم، باید یه سری افراد رو انتخاب کنم. تو اینا دیگه ترتیب مهم نیست، چون اگه تو اینا ترتیب مهم بود بهشون میگفتیم تبدیل با اصل ضرب میرفتیم. توی بحث ترکیب دیگه ترتیب مهم نیست، فقط اینکه یک سری افراد رو انتخاب کنم بیارم تو گروه خودم مهمه. بهشون میگیم ترکیب یا انتخاب با گروه. با لفظ ترکیب یا انتخاب گروهی در نظر بگیرید. مثلا فرض کن 9 نفر داریم، میخوایم 3 نفر رو انتخاب کنیم، که تو اینا هم ترتیب مهم نیست. میگیم 3 نفر از 9 نفر رو انتخاب کن. فرمولش که با نماد C N و R نمایش میدن، میگن انتخاب R از N. فرمول میشه N فاکتوریل به روی R فاکتوریل، اختلافشون یعنی N منهای R فاکتوریل. مثلا میگه مجموعه 8 عضوی چند تا زیر مجموعه 3 عضوی. قبول دارید برای نوشتن زیر مجموعه 3 عضوی بعد 3 نفر رو بردارم یا آکولات بندازم دورش؟ پس بعد 3 تا از 8 تا انتخاب کنم، در نتیجه میشه انتخاب 3 از 8. طبق فرمول 8 فاکتوریل به روی 3 فاکتوریل ضرب در اختلافش که 5 فاکتوریل. حالا برای شکوندن این بلدی 8 فاکتوریل رو باز کنی؟ 8 فاکتوریل رو باز میکنم، با 5 فاکتوریل میزنم، بقیهش هم که 2 3 تا 6 تا 7 8 تا 56 تا حاصل حساب بشه. خب مثلا رو محیط یک دایره 10 تا نقطه وجود داره، میگه چند تا مثلث، اردن برای مثلث چند تا نقطه میخوایم؟ 3. درست؟ پس چون میخوام مثلث بکشم، میگم 3 تا نقطه از 10 تا نقطه رو انتخاب کن. فرمولش رو با هم بریم، 10 فاکتوریل 7 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل. این 7 فاکتوریل اختلاف ایناست. 10 به خاطر تو نوشتم 8. 10 9 8 ضرب در 7 فاکتوریل. 7 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل. 7 فاکتوریل با 7 فاکتوریل میره. 3 فاکتوریل یعنی 6. 9 8 تا 72 تا با 6 بزنم 12. پس میشه 120 حالت. با این نقاط چند تا وتر؟ بچه‌ها برای وتر دو تا نقطه نیاز دارید. تو نقطه رو به هم وصل کن. یعنی برای نوشتن قسمت پ، قسمت ب وتر میخوام، باید دو تا نقطه از 10 تا نقطه رو انتخاب کنم. حالا اردل من جلوتر به بچه‌ها یاد میدم اینو. 2 از 10 میدونین چه شکلی میشه؟ میگیم دو تا از 10 بیا پایین، یعنی 10 و 9 تقسیم بر 2 فاکتوریل. 9 10 تا 90 تا تقسیم بر 2 45. در واقع آره حالت خاصه، فقط برای همش میشه اردلانا. مثلا اگر بگن 3 از 10 تو هم میتونی همین کارو بکنی. آره میگی 10، 3 تا از 10 بیا پایین، 10 9 8 به روی 3 فاکتوریه. 3 فاکتوریل 6ه، 9 8 تا 70 تا میزنم 12 120. جذاب نیست؟ جلوتر الان اشاره کردم بهش. ببین چند تا محاسبات سریع. صفر از هر عدد میشه 1، 1 از هر عدد میشه n، یعنی صفر از 3 مثلا میشه 1، صفر از 5 میشه 1. نمیفهمم. صفر از n میشه 1، صفر از 5 میشه 1. آقا 1 از n میشه n، مثلا 1 از 5 5، 1 از اردلان اردلان، 1 از 6 6، 1 از کشتکار کشتکار، 1 از کرمی کرمی، 1 از 10 10. دوارم که اینجا گفتم انتخاب 2 از n میشه n در n منهای 1 دوم. همون فرمولی که گفتم واسه تو جذاب تره، دو تا میای پایین بری 2 فاکتوریل. انتخاب 3 از 6، 3 تا از 6 میام پایین بری 3 فاکتوریل. انتخاب 4 از 8، 8 تا میام پایین بری 4 فاکتوریل. این شکلی محاسبات ما سری میشه. هر وقت انتخاب R از N داشتی به تعداد R و طبق نظم بالا در صورت و مخرج تقسیمو انجام بده. یه نکته جذاب دیگه که تو محاسبات کمکتون میکنه، بچه‌ها الان 5 از 6 با 1 از 6 برابره. چرا؟ چون جمع این دوتا میشه 6 بالاییه. اینجا نگاه کن، 2 و 5 با هم برابرن چون جمعشون میشه 7 بالاییه. یه مثال من بزنم، مثلا میگم 3 از 10 اختلافشون چند تاست؟ 7 تا. با 7 از 10 برابره. چرا؟ چون جمع 3 و 7 میشه 10. یه بار دیگه. آقا نگاه کن، انتخاب 2 از 20 میگم اختلافشون چنده؟ 18 تاست. با 18 از 20 برابره.
مثلا اردلان انتخاب 17 از 31. چرا اینقدر گندش کردم که بچه ها اذیت شن؟ آقا قبول دارید اختلافشون 13 تاست با 13 از 30 برابره؟ نشونش اینه که این دوتا پایینیه جمع بکنم میشه اون عدد بالاییه. خب 9 تا گردشگر در 3 تا چادره، 3، 4 و 2 نفره میخوام بنشونم. آقا من دارم بهت میگم هر کدومی که دوست داری اول پر کن. دوست داری اول چادر 2 نفره پر شه یا دوست داری اول 3 نفره یا دوست داری اول 4 نفره، فرق نمیکنه، هر کدومی که تو دوست داری. من اول میخوام چادر 2 نفرم پر شه. میگم 9 نفر دارم، 2 نفر رو برمیدارم میندازم تو چادر 2 نفره، پس میشه 2 تا از 9 تا رو بردار برای چادر 2 نفره. چند نفر موندن؟ 2 نفر که رفتن، 7 نفر موندن. چادر 3 نفره رو میخوای پر کنی، پس 3 تا از 7 تا انتخاب بکن. این 3 تا از 7 تا رو میندازم چادر 3 نفره رو پر میکنم، میمونه چند نفر؟ 4 نفر. پس 4 تا از 4 تایی که مونده رو انتخاب میکنم، اینا رو حساب میکنم، حالت کلش درست در میاد. من اینجا واسط نوشتم آقا اول 3 نفره انتخاب میکنم، 3 نفره رو پر میکنم، بعد 4 نفره رو انتخاب میکنم، بعد 2 نفره. این با هیچ فرق نداره ها. میخوای اول 3 نفر عددش یکی میشه، عدد آخرش یکی میشه. نگاه کن 9 نفرن، روش دوم 9 نفرن، 3 نفر رو انتخاب میکنم چادر 3 نفره پر شه، پس 3 از 9. آقا 6 نفر موند، حالا چادر 4 نفره رو میخوام پر کنم، 4 تا از 6 تا ور میدارم چادر 4 نفره رو پر میکنم، 2 نفر مون، 2 از 2 هم چادر آخر یکیه، حاصلش هیچ فرق با هم دیگه نمیکنه. خب مثال بعدی، به چند روش میتوان از بین 6 تا دانش آموز 10 7 تا 11 تیم 6 نفره ساخت؟ گفته لااقل 4 نفر از پای 11. بچه ها 4 نفر از پای جان؟ اوکی، 4 نفر از پای 11 میخوام انتخاب کنم، پس 4 نفر از 11 انتخاب میکنی. من یه قرار نبود تیمت 6 نفره شه، 2 نفرم از پایه 10 انتخاب میکنم، یا 5 نفر از 11 انتخاب میکنم، یه نفرم از 10، یا 6 نفر از پایه 11 انتخاب میکنم، هیچی از پایه 10. حالتا تو هم ضرب میشه، 4 تا 11 یعنی 4 از 6، 4 از 7، 2 از 10، 2 از 6 مینویسم واسه میبینی؟ 4 از 11، 4 تا 11 هم گفته دیگه، یعنی 4 نفر از این 7 تا 11 هم و 2 تا هم 10 هم، 2 تا هم از اون 6 نفر 10 هم ها، به علاوه 5 نفر از 11 هم ها، یعنی 5 از 7 و یه نفرم از دهم ها، یا ششتم از 11 ها انتخاب بشه. خب وارد بحث احتمال میشیم. بچه توی احتمال چیزی که واسه ما مهمه اینه که شمارشت خوب باشه. من رو شمارش تمرکز کردم که بتونم احتمال رو قشنگ ببندم. الان سرعت میگیریم، یه سری تعاریف داریم. پدیده قطعی چیه؟ پدیده‌ای که قبل از انجام اتفاق اونو بتونم تشخیص بدم. مثلا شما وقتی سنگو محکم بزنی به شیشه، شیشه میشکنه، این میشه پدیده قطعی. یه سری پدیده‌ها پدیده‌های تصادفیه، یعنی قبل از انجام نمیدونم کدوم رخ میده. مثلا شما وقتی یک تاس رو پرتاب میکنی نمیدونی دقیقاً یک تا شیش کدومش میاد، به این پدیده میگن پدیده تصادفی. خب آب را حرارت دهیم بخار میشه، قطعیه. گزینه جواب رو شانسی بزنیم، احتمال تصادفیه. فضای نمونه چیه؟ مجموعه تمام نتایج ممکن با نماد اس نشونش میدن، تعداد اعضاشو میگن NS. حالا این NS ها رو به کمک شمارش یاد میگیریم بنویسیم. مثلا در پرتاب یک سکه ما 2 حالت داریم، در پرتاب تاس 6 تا حالت داریم. الان جلوتر ربط احتمال به شمارش رو بهت میگم چه ربطی به هم دیگه دارن. نگاه کن، در انجام یک آزمایشی یک تاس 6 تا حالت، سکه 2 حالت، چون و آورده ضرب میکنیم، پس اعضای کلمون میشه 12 تا حالت. میبینی همین قاعده رو از شمارش استفاده کردم که گفتم 12 تا حالت، پس ربط احتمال به شمارش. پیش اومده تصادفی چیه؟ میگه هر زیر مجموعه از فضای نمونه رو میگن یک پیش اومد. مثلا نگاه کنید 2 و 4 و 6 یک زیر مجموعه از پرتاب یک تاسه، پس به این میگن یک پیش اومد. اومده گفته
پیش آمده عدد بیشتر از 2، 3، 4، 5، یک زیر مجموعه از فضای کله. پس این میشه یک پیش آمد. آقا سکه را پرتاب میکنیم. سکه چند تا حالت داره؟ دو حالت داره، یا رو میاد یا پشت. اگر رو ظاهر شد 6 تا، در غیر این صورت یک بار دیگه سکه. بچه ها کنید، شما یا رو میاد یا پشت، پس تا حالت ها باید با هم دیگه جمع شه. اگر تاس بیاد 6 تا، اگر سکه بیاد 2 تا، 8 تا حالت میشه جمع حالت هامون. دیدی ربط احتمال شمارش؟ آقا خانواده سه فرزند دارد. فرزند اول چند حالت داره؟ دو حالت، یا پسر یا دختر. فرزند دوم دو حالت داره، یا پسر یا دختر. فرزند سوم دوباره دو حالت داره، یا پسر یا دختر. پس دو حالت و دو حالت و دو حالت ضرب میشه تو هم دیگه میشه 8 حالت. گفته فضای نمونه رو بنویس دیگه، بلدیم بنویسیم. فضای نمونه است خانواده که سه تا فرزند داره، پسر پسر پسر، یه دونش دختر میشه، دوتاش دختر میشه، سه‌تاش دختر میشه. گفته آقا پیش آمده آ که در آن فرزند سوم پسر باشد، میگردی از تو این فضای نمونه اونایی که فرزند سومش پسره رو انتخاب میکنی. مثلا این حالت، این حالت، این حالت، این حالت، میگیم 4 تا حالتش در واقع فرزند سوم پسره. یک زیر مجموعه است، پس میگن یک پیش آمد. گفته پیش آمد بی رو مشخص کنید که حداقل 2 تا فرزند دختر باشه. حداقل 2 تا دختر، 3 تا دختر. 4 تا حالت دارم که حداقل 2 تاش دختره. مثال بعدی، تمام عددهای دو رقمی بدون تکرار ارقام توسط 1 4 6 9 نظم نوشتاری داستان من مهمه ها. می‌نویسی 14 16 19 41 46 49 61 64 69 91 94 96 اینا هاش. کل اعداد رو نوشتم. گفته آقا تعیین فضای نمونه، من گفتم اینجا هم حلش. گفته عددهایی که کمتر از 50 باشن، از بین اینها کدوم ها کمتر از 50؟ اگر تو با نظم نوشته باشی میبینی تا 49 تو، یعنی این 6 تا حالتت کمتر از 50 است. این فضای نمونه، اینم یک زیر مجموعهش که بهش میگم پیش آمده آ. دو تا پیش آمده خاص آشناشید، یکی پیش آمده توهیه که بهش میگم پیش آمده غیر ممکن، یکی پیش آمده اسه که بهش میگم پیش آمده حتمی. آقا مثلا در آزمایش پرتاب 3 سکه با هم کدام پیش آمد نشدنیه؟ توهیه. میگه 3 تا سکه مثل هم نیاید. آره، رو رو پشت. مشکلش چیه؟ 3 تاش مثل هم نیست، پس این شدنیه. دو، حد اکثر 2 تا سکه مثل هم بیاد. بله، همین رو رو پشت، حد اکثر 2 تا شبیه همه. گزینه 3، حداقل 2 سکه مثل هم بیاد. بله، همین رو رو پشت، حداقل 2 تا شبیه همه. گزینه 4، هیچ 2 سکه مثل هم نیاد. خب سکه اول رو بیاد، سکه دوم مثل اون نیاد، پشت بیاد، سکه سوم میخوای چیکار کنی؟ یا رو باید بیاد یا پشت، تکراری میشه. اینجا گفته مثل هم نیاد. پس بچه این نشدنیه ها؟ آقا نداریم کشتگاه، دو حالته، یا روی یا پشت. بابا شما منو آقا اذیتم نه بابا، همه پشتنه به خدا ریاضی هم به قرآن دارن نفس آدم رو میگیرن. بچه سکه دو حالت داره، یا روی یا پشت، بقل و نمیدونم نیمتنه و نمیدونم دکلتو اینا نداره. خب تست بعدی، در پرتاب دو تاس با هم، بچه ها دو تا تاس، تاس اول و تاس دوم میشه 6 ضرب در 6، یعنی 36 تا حالت. گفته مجموع دو عدد ظاهر شده کمتر از 6. بچه ها نظم نوشتاری واسه من مهمه، یعنی شما 36 تا حالت رو اینجوری میگی، 1 و 1، 1 و 2، 1 و 3، 1 و 4، 1 و 5، 1 و 6. بعد میای رو 2، 2 و 1، 2 و 2، 2 و 3، 2 و 4، 2 و 5، 2 و 6. بعد میای رو 3، 3 و 1، 3 و 2. این نظم نوشتاری واسه من خیلی مهمه. اومده گفته اعداد ظاهر شده جمعشون کمتر از 6 باشه. 1 و 1، 1 و 2، 1 و 3، 1 و 4. دیگه 1 و 5 ها نمی‌نویسیم چون 1 و 5 میشه 6. 4 تا مال 1 شد. میام رو 2. 2 و 1، 2 و 2، 2 و 3. استوب. 3 تا هم اینجا شد. شد تا الان 7 تا. بعد میام رو 3. 3 و 1، 3 و 2. شد 9 تا، 4 و 1. الان اینایی که گفتم جمعشون کمتر از 10. اینجا ملاحظه می‌کنید. 1 و 1، 1 و 2، 1 و 3، 1 و 4، 2 و 1، 2 و 2، 2 و 3، 3 و 1، 3 و 2، 4 و 1. 10 تا داریم که جمعشون کمتر از 6. خب
بچه ها برای تعیین تعداد عضوهای فضای نمونه و پیشامدها از روش های شمارش استفاده میکنیم. حالا بریم اینجا. در جعبه 4 تا آبی دارم 3 تا قرمز. تعداد فضای نمونه قراره 2 تا مهره انتخاب کنی. پس فضای نمونه ما اسما در واقع قراره 2 مهره انتخاب شه. چند تا مهره داریم؟ 4 تا، 3 تا از 7 تا مهره انتخاب کنم. کشکار 2 تا مهره از 7 تا مهره میشه 2 از 7. خب چند تا میشه؟ میشه 7 ضرب در 6 تقسیم بر 2 21. حالت بچه ها میتونن جنگی بگن. ب گفته تعداد عضوهای پیشامد آن که مهره ها همرنگ نباشد. بچه ها میخواد همرنگ نباشه؟ خیلی زیبا. یعنی یکیش باید آبی باشه و بذارم یا بذارم کدومش؟ و یه دونم قرمز. چون گفته مهره ها همرنگ نباشد، پس یه دونه آبی و یه دونه قرمز. یعنی یه دونه از 4 تا آبی ضرب گذاشتم چون و بوده، یه دونم از 3 تا قرمز. 1 از 4 4، 1 از 3 3، میشه 12 تا حالت. آقا بعدی تعداد عضوهای پیشامد آن که مهره ها همرنگ باشند. بچه ها همرنگ میخواد باشه شما بگید. کشکار وقتی میگم دو تاش همرنگ باشه یعنی چی؟ یعنی دو تاش آبی باشه یا دو تاش قرمز باشه. بچه ها دو تا قرمز یعنی دو تا از سه تا قرمز من یا دو تا آبی دو تا از 4 تا آبی من. دو از 3 رو بچه ها بلدن، میگن با 1 از 3 برابره میشه 3. دو از 4 هم ذهنی میزنی، 4 ضرب در 3 تقسیم بر 2 میشه 6. 9 تا حالت. بچه میپرسه آقا متمم میشد رفت؟ میگم آره. 21 حالت داری که 12 تاش همرنگ نیست، پس 9 تاش همرنگ میشه. خب اسکرین محاسبه احتمال، قانون احتمال. بچه ها میگیم پی آ میشه ان آ به روی ان اس، یعنی تعداد حالاتی که به ما خواسته از ما خواسته به روی تعداد کل حالات با قانونهای شمارش میریم. بریم جلوتر ببینیم. مثلا گفته دو تاس رو با هم پرتاب میکنیم، همینجا استوب بزن ان اس رو بگو. ان اس چنده؟ ان اس من میشه 36 تا حالت. میگه جمع دو عدد رو شده مضرب 4 باشه. چیا مضرب 4 میشن؟ 1 و 3 رو دارم، بعدیش 1 و چی؟ چیز دیگه ندارم که بتونه مضرب 4 باشه. میرم رو 2. 2 و 2 رو دارم مضرب 4. بعدیش 2 و 6 میشه 8، اونم مضرب 4. پس نگاه کن چیا رو داریم؟ 1 و 3 داریم. 2 و 2 2 و 6. 3 و 1 جمعش میشه 4 دیگه، مضرب 4. 3 و 5 8 مضرب 4. 4 و 4 8 مضرب 4. 5 و 3 8 مضرب 4. 6 و 2 6 و 6. میبینم از دو تا تاس 9 تا حالت من مضرب 4. پس اینی که از ما خواسته میشه ان آ، یعنی چند؟ 9. اینم که ان اس میخوای احتمال اینو حساب کنی میشه ان آ به روی ان اس، یعنی 9 به روی 36 که میشه 1/4. مثال بعدی دو تاس را پرتاب میکنیم، هر یک از پیشامدهای زیر را نوشته، سپس احتمال هر کدوم رو حساب کنید. دو تا رو پرتاب میکنیم، ان اس چنده؟ ان اس من میشه 36. مجموع عددهای برآمده برابر با 10 باشه، چیا جمعشون میشه 10؟ آقا 4 و 6 5 و 5 6 و 4 3 36 میشه 1/12. چند دقیقه وقت؟ چند دقیقه داریم؟ 8 نیم ساعت. نیم ساعت میخوام، میخوام ببندم، میخوام چرخ آمارم بهشون بگم. عدد رو شده از هر دو تاست بر 3 بخش پذیر باشد. خب عدد رو شده از هر دو تاست بر 3 بخش پذیر باشد. آقا مگه قرار نیست بر 3 بخش پذیر باشد؟ چیا بر 3 هر دو بخش پذیره؟ 3 و 3 3 و 6 6 و 3 6 و 6 4 تا از 36 ها 4 36 هم ساده میکنم 1 نوم. این احتمالش میشه. خب مثال بازو ببینیم. جعبه ای 9 تا سیب سالم 2 تا سیب لکه دار، 4 تا سیب رو میخوایم بکشیم بیرون. پس بچه ها NS ما میشه 4 از 11، چون کلن 11 تا داریم 4 تا رو میخوایم بکشیم بیرون. 4 تا از 11 تا انتخاب میکنم. حساب بکنیم 11 10 9 8 برو 4 فاکتوریه، حساب میکنم میشه 330. گفته مطلوب است احتمال که 3 تاش سالم باشه 1ش لکه دار. پس 3 تا از 9 تا سالم و یه دونه از دوتا لکه دار میشه 3 از 9 ضرب بره 1 از 2. 3 از 9 ضرب بره 1 از 2.
سه از نو رو حساب میکنی، نو، هشت، هفت به روز سه فاکتوریل، یک از دو هم که بلدی دو، عدد اینو حساب میکنی میشه دو ضرب در 84. احتمال میخوای حساب کنی عدد ما NA به روی NS، یعنی دو ضرب در 84 به روی 330 که ساده میکنم 84 165. اردلا یه سکه دارم، یه تاس. سکه چند تا حالت داره؟ دو تا. و یاد ضرب میافتی یا جمع؟ ضرب. یه تاس 6، 12 تا حالت. با کدام احتمال؟ سکه رو و سکه رو چند تا حالت داریم؟ یه حالته که سکه روه. تاس گفته مضرب 3. چند تا حالت داریم که مضرب 3؟ 3 و 6. دو حالت. چون وعه ضرب میکنن. پس دو تا حالت میشه مطلوب من کلن 12 تا حالت هم داشتم. پس احتمالشو بخوام ان آ برو ان اس، یعنی 2/12 یا 1/6. آقا جان آقا میگه اعداد یک رقمی آقا اعداد یک رقمی 1 تا 9 بر روی 9 تا کارت نوشته شده. اگر یک کارت از بین آنها خارج کنیم ما چند تا کارت داریم؟ 9 تا کارت داریم. آقا داره میگه 2 یا 3 بخش پذیر باشد. چیا؟ ما یکی 2 رو داریم، یکی 4 رو داریم، یکی 6 رو داریم، یکی 8 رو داریم، درسته؟ خب پس 2 4 بذار با هایلایت بنویسم واسه وایسا با هم میریم. 2 4 6 8 گفته مضرب 2 یا مضرب 3 باشه. مضرب 3 مثل 3 6 9 دیگه تکراری نمینویسم. چند تا عدد دارم؟ 6 تا از 9 تا عدد من بر 2 یا 3 بخش پذیره. پس احتمال من میشه 6/9. 6/9 هم ساده میکنم 2/3. آقا من میام چیزی بگم. سلام آقای شفیع. عبادتی میشه دارم. سلام. آقا من عاشق انسانیام. خیلی بچهای مظلومی هستم. میکروفون آقا من عاشق انسانیام، انسانیا دوستم. من عالیم. آقا من برام چند تا نکته بگم سریع برام کلاس خراب نکنم، حیفه. و اون اینه که خب به من نگاه کنید. یک آقا میخواین اولا فردا ساعت 7 این ساعت 19 لایو جامعه شناسی دادیم. پس آقا فردا ساعت 2 میگم فردا ساعت 19 تو همین پیج جمع‌بندی جامعه شناسی دادیم. این یه نکته. جا نمونید انسانیا. نکته بعد، نکته بعد که آقا پایه‌ای یکی دوتا جمع‌بندی دیگه بذاریم به چند دلیل. انسانی ها ریاضیشون خیلی قوی نیست، این چیزی که همه میدونن. شاید به یه ساعت و نیم کافی نباشه. انسانی ها دوست دارید دوباره یه جمع‌بندی دیگه ریاضی بذاریم؟ بذاریم. اگه دوست دارید بذاریم یه کار کنید. برای یه کار باید بکنن. چه کار کنن؟ برای ما یه کاری بکنن که ما انرژی بگیریم. خب حالا من پیشنهاد میدم واسه اینکه ما ببینیم اصلا دوست دارن یا ندارن. آقا شاید بیا مستمونه ولش کن برو درسه، درسه دیگه تو که طبق برنامه داریم مثلا فردا جامعه شناسی. اما الان همتون از این صحنه یه اسکرین شات میگیرید، نه گوش کن، یه اسکرین شات میگیرید، بعد ما رو تگ میکنید، استوری میکنید، ما رو تگ میکنید، هشتگ دوباره، هشتگ دوباره. خب پس الان از این صحنه یه اسکرین شات میگیرید، بعد لایو استوری کنید، ما رو تگ کنید، هشتگ دوباره. تمام. تمام. اوکی. اگه زیاد بود یه جمع‌بندی دیگه میذاریم. آقا برو من وقتتون نگیرم، حیفه. بچه‌ها استفاده کنن. عاشقتونم. مرسی. کوه انرژی. خب بچه‌ها خدایش اومد من که از اول. آقا از اول شروع کنیم. از الان یک ساعت و نیم دیگه داریم دیگه. خب بچه ها نهان کنید، میگه در کیسه 5 تا سفید 4 تا سیاه 3 تا آبی 3 تا مهره میخوام انتخاب کنم. پس NS من باید 3 تا مهره از 12 تا مهره انتخاب بکنم. NS من میشه 3 از 12. میدیم بچه های پشتنه حساب میکنن میشه 220 تا. گفته با کدام احتمال رنگ مهرهای خارج شده متفاوت است؟ آقا کنکور تجربی بوده ها، قرار رنگ ها متفاوت باشد. یعنی یه دونه از سفیدها، یه دونه از سیاها و یه دونه از آبیها. یعنی 1 از 5 ضرب داره 1 از 4 ضرب داره 1 از 3 به روی تعداد کلمون که 220 حالته. قوانین احتمال رو بگیم. آقا چند تا قانون میخوام بگم. مهمش اینه احتمال همیشه عددی بین 0 و 1. یک کلید واژه واسط گذاشتم، هر وقت احتمال رو حساب کردی
منفی شد. یا هر وقت یک احتمالی رو حساب کردی زیاد کن زیاد کن زیاد کن. هر وقت یه احتمالی رو حساب کردیم منفی شد. هر وقت یه احتمالی رو حساب کردیم بزرگتر از یک شد بدون اشتباهه. احتمال همیشه باید بین صفر و یک باشه. خب اعمال روی پیشامدها بچه ها، هر وقت تو سوال به شما برگشت گفت حداقل یکی از آیا به، یاد اجتماع میافتی. هر وقت تو سوال به تو گفت آ و به هر دو رخ دهند، یاد حداقل آیا به، یاد اجتماع میافتم. خوب حواستو جمع کن، حداقل یاد اجتماع میافتم، آ و به هر دو یاد اشتراک میافتم. یه بار دیگه میگم، صدا قطع شده بود، یه بار دیگه میگم بچه ها، بذار پاک کنم با آرامش. خب ببینید دوستای گلم، هر وقت تو سوال حداقل آیا بدیدی یاد اجتماع بیفت، هر وقت تو سوال آ و به هر دو رو دیدی یاد اشتراک بیفت. بچه ها پس حداقل منو یاد اجتماع میندازه، آ و به هر دو منو یاد اشتراک میندازه. خب اگر پیش آمد آب میگه عضو مشترک نداشته باشن، یه اصطلاحه، عضو مشترک نداشته باشن اشتراکشون توهیه، بهش میگیم پیش آمد ناسازگار. مثال خانواده سه تا فرزند داره. خب چند تا حالت داری سه تا فرزند؟ 8 تا حالت میشه فضای کلا. پیش آمد آ که در آن فقط یک فرزند دختر باشد رو معلوم کنید. اینها فقط یک فرزند دختر باشه. سه تا حالت دارم که فقط یک فرزند دختره. دختر پسر پسر، پسر دختر پسر، پسر پسر دختر. گفته ب که در آن حداقل دوتاش پسر باشه. حداقل دوتاش پسر باشه یعنی سه تا پسر، پسر دختر پسر، دختر پسر پسر، پسر پسر دختر. خب آیا این دوتایی که داری میبینی با هم اشتراک دارن؟ بله یه سری اشتراک ها دارن. چون با هم اشتراک دارند پس اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن سازگار. اگر اشتراک نداشت میشد ناسازگار. یه قانونی برای احتمال داریم، میگیم آقا پی آ اجتماع با ب میشه پی آ. این حداقل بود، پی آ پی ب، این و بود، آ ب و بود. مثالشو ببین، میگه احتمالی که دانش آموز درس فیزیک قبول شه 55%. پس تو مثلا یکی اینا رو میذاری 55%. در شیمی قبول شه گفته 0.6. این یکی میذارم 0.6. احتمال این که لااقل در یکی از دو درس، لااقل در یکی از دو درس تو رو یاده اجتماع میندازه. پس اینم داده 75%. آ اشتراک با ب میمونه. آ اشتراک با ب رو الان چی بگی؟ دانش آموز در فیزیک و شیمی قبول شد، در هر دو قبول شد. کافی این تعداد حساب کنی، از این کم کنی. تو فرمول واسه قرار دادم 75%، 55%، 6%، این میاد این بعد. این دو تا با هم دیگه میشه 1 و 15، از این کم کنم 14 میشه. خب پیشامد متمم چیه؟ یک قانون در مورد پیشامد متمم داریم. وقتی پی آ رو حساب میکنی میتونی متممش بگی 1 پی آ، چون جمع هر احتمال و متممش با هم دیگه میشه 1. پس پی آ پریم فرمولش میشه 1 پی آ. نگاه کن مثلا سوال اومده گفته از بین 6 تا داوطلب گروه ریاضی 4 تا تجربی 4 نفر انتخاب میکنن. آقا صدام بیاد بس چشم، از وقت شفی اومد دیگه تو صدای هم مشکل داشتی دیگه، درست نشد. الان خوبه؟ تو رو خدا آرامش داری عدد. الان خوبه؟ برم ماش به. خب آقا نگاه کن بچه ها، اردلان جایزه چی بذاریم واسه شون برای بچه‌ای که تو لایو هست؟ جایزه؟ یه جایزه بدم بهشون؟ اصلا چی بدم؟ میخوای بشینن تو کل کلاس من اینجا به بعد؟ چی جایزه؟ چی دوست داری جایزه؟ جایزه چی میخوان؟ تو چی فکر می‌کنی چی خوبه؟ تو که با بچه‌ها خیلی اختی. پول. فقط پول. بقیه‌اش بازی پول. پول. چشم. چقدر پول بذارم؟ اصلا پول دوست داری بذارم. باش. جایزه میذارم برای سوال انتخابی، یه سوال میذارم برای آخرش بچه ها حل کنم. خب آقا بین 6 تا داوطلب گروه ریاضی 4 تا تجربی میخوام 4 نفر انتخاب کنیم. پس NS من خیلی قشنگ میگیم 4 تا از 10 تا داوطلبه. حساب بلدی بکنی میشه 10 9 8 7
به روی 4 فاکتوریه. خب الان اینو خیلی قشنگ میشه شیکون، مثلا 4 و 2 میشه 8 زد، 3 رم با این 3 زد میگیم 210 تا حالت میشه. این شد NS من. بچه ها گفته با چه احتمالی تعداد داوطلبان ریاضی و تجربی برابر نیستند؟ ببین الان خود اینو بخوام ادامه بدم خیلی سخت میشه، باید بگم 4 تاش ریاضی یا 3 تا ریاضی یه دونه تجربی یا یه دونه ریاضی 3 تا تجربی یا 4 تا تجربی. 4 تا حالت ها دارم حساب کنم خیلی خسته کننده میشه. وقتی میگه تعدادشون برابر نیستن از متمم میرم، فکر کنم با هم برابر باشن. پس این آپریم رو اینو میذارم، میگم فرض میکنم که تعدادها با هم برابر باشد. خب بچه ها تعدادها با هم برابر باشه 4 نفرن دیگه، یعنی 2 تا ریاضی باشه 2 تا هم تجربی. شما میگی 2 تا از ریاضی ها انتخاب میکنم و 2 تا هم از تجربی ها انتخاب میکنم. 2 از 6 رو ذهنی بچه ها میزنن 15، 2 از 4 هم ذهنی میزنن میگن 6. این میشه 90 حالت. بچه ها 90 چله 1 چله 2 90. خب پس پی آپریم چی میشه؟ پی آپریم یعنی ان آ آپریم بروی ان اس، یعنی 90 210. اینو اگر ساده بکنم میشه 3/7. بچه ها به احتمال 3/7 با هم برابر میشه. به چه احتمالی با هم برابر نمیشه؟ کافیه 1 منهای متممش کنی، یعنی 1 منهای 3/7. پس پی آی من میشه 4/7. به احتمال 4/7 این 4 دیگه اردلان، این 4 میبینید خداییش میگم جلو اردلان سخته 4/7. پس به احتمال 4/7 تعداد ریاضی و تجربی با هم برابر نیست. تو به عنوان نماینده بر حق دانش آموزا با آرامش توضیح دادم. 6 فاکتوریال بالا و 6 فاکتوریال بالا رو نده، پایین رو ننوشتی. اینجا من آخر روش تستی بهشون گفتم، نگفتم 4 از 10 4 تا میایم باشه. شما حتی تو امتحان نهایت هم جی بنویسی قبول میکنم. نه 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 می اومدن از اول به من ربط نداره. گفته از بین 100 نفر 28 نفر مجله آ را نمیخواند، پس 72% میخواند. چجوری حساب کردم؟ 100 نفر 28 نفر آ را نمیخونه، میمونه 72 نفر. احتمالش رو میخوام حساب کنم میشه 72%. 72%. پس پی آ شد 72% که مجله آ را میخواند. 35 نفر گفته ب را نمیخوانند، پس 35 نفر نخوانند 65% میخواند. پس پی بی من همینجا میشه 65%. 52 نفر هر دو مجله را میخوانند، این یعنی آ اشتراکش با ب. پس پی آ اشتراکش با ب میشه 52%. 52%. درسته؟ گفته چقدر احتمال دارد لااقل یکی از دو مجله را بخوانند؟ اردلان لااقل یعنی اجتماع. پس بچه ها میدونن پی آ اجتماع با ب میشه پی آ، پی ب منهای پی اشتراکش. پی آ رو میذارم 72%، پی ب رو میذارم 65%، اشتراکش هم 52% کم میکنم از فرمول، حاصل در میاد 85%. خانواده دوباره 3 فرزند دارد. فضای نمونه تکراریه دیگه، واقعا مثالاش مثالای بی خود تکراری شد دیگه. اینم قشنگه، بد نیست. اینم شبیه همین، این یه دونه رو حل میکنم بعدی رو دیگه حل نمیکنم، چون این بعدی رو حل کنم اینو حل نکنم، بعدی رو حل میکنم اینو حل نمیکنم. بیا خب اینجا رو نگاه کنم بچه ها. آقا ببینید گفته 4 نفر روی نیمکت نشسته، با کدام احتمال لااقل 2 نفر از آنها در یک ماه از سال. بچه ها یه سال چند تا ماه داره؟ 12 تا ماه داره. گفته متولد شدن. بچه ها اینو از راه متمم بریم قشنگ تره. چرا؟ چون بخوام پیدا کنم که کیا ماه تولدشون یکیه، خیلی راهاش طولانی میشه. از متمم میرم جلو، میگم پی آی من میشه 1 منهای پی آپریم. آپریم یعنی چی؟ گفته ماه تولدشون یکسان نباشد. خب اما تمام رفتم جلو، پس این میشه 1 منهای. بچه ها چند نفرن؟ 4 نفرن. هر کدومشون ماه سالش چند تا حالت داره؟ نفر اول تو چند ماه میتونه متولد شه؟ 12. نفر دوم تو چند ماه میتونه متولد شه؟ اونم 12. نفر سوم تو چند ماه؟ اونم تو 12.
نفر بعدی، نفر چهارم تو چم، اونم در این تا دو حالت کلش. اما ما داریم میگیم ماه تولدشون یکسان نباشد، یعنی اگر نفر اول اومدی بنشونیش تو یکی از ماها میشونیش، میگی 12 تا حالت داره. نفر دومی که میخوای بذاری قرارت ماه تولدشون یکی نباشه، یعنی ماهی که نفر اول گرفته رو بریز دور، میمونه 11 ماه. نفر بعدی که میخوای بنشونی میگی 12 تا ماه داشتی، یکیش ماه مال نفر اول، یکیش ماه نفر دومه، میمونه 10 تا ماه. ضرب داره 10 ضرب داره 9. الان اعدادو دیگه خوشگل حساب میکنی دیگه، حساب کردنشو بچه‌ها اگر اشتباه نکنم میشه 55 96. بذار یه لحظه یه تقلب بکنیم. گزینه 1 41 96 خود آئین میشد 55 96. خود اینو حساب بکنم، خود اینو حساب بکنم دیگه، عددو حساب میکنیم، مثلا میشه 1 منهای 55 96 که میشه 41 96. گزینه 1 نزدیک بود بیفت دردن، خوب شد گرفتمش. خب افتاد. یه تیکه یه نکته آخر، احتمال متفاضل، احتمالی که از هم کم بکنیم، تفاضل پیش آمدها. بچه ها یه قانون داره، پی آی منهای بی یعنی پی آ منهای اشتراکشون و قسمت سایه زده شده. خب احتمالا ما اینجا با هم دیگه تموم میکنیم. فقط یه اشاره کنم که قانون احتمال رو دونید، یه مثال ندارم. برسیم به بحث چرخه آمار. بچه ها چرخه آمار رو با یه مثال، الان وقت دارم یه 10 دقیقه دیگه چرخه آمار کن، 5 دقیقه یه چرخه آماری به بچه ها بگم چون لذت بخشه. بچه ها فقط چرخه آمار رو بگم. ببینید چرخه آمار قراره چیکار بکنیم، چند تا گام داره. من گام ها رو با نشونه گذاری بهتون میگم که یاد بگیرید. خوراک تست زدنه و خوراک امتحان تشریحیه، چون تعاریفی بهتون میدم. ببینید چرخه آمار، من میخوام یه چیزی رو بررسی کنم، یه سری گام هایی رو برمیدارم تا به کمک آمار بتونم اطلاعات ازش به دست بیارم. اون گام ها چیه؟ این مثال اول رو میگذرم ازش. بذار اینجوری بهتون بگم. ببین مثلا یک مدیری میخواد ببینه من برای بچه ها چی کار کنم معدلش بیشتر شه. حتی مدیران معمولا فقط شهریه میخوان، چیز دیگه نمیخوان، کار دیگه ندارن. بچه ها فرض کنیم ما یه مدیری داریم، میخواد ببینه بچه های ما چی کار کنیم معدلشون تو امتحانات نهایی بره بالا. ببینید 5 تا گام انجام میده. گام اول میاد میگه آقا هدف اصلی من چیه؟ هدف اصلی من که گام اول منه، در واقع این گام اول بیان دقیق مسئله است. میاد میگه من میخواهم دانش آموزانم معدلشون بالا رود، 2 نمره مثلا معدل بچه‌هامو برم بالا. گام دوم طرح و برنامه ریزی. میاد معاونینش و مشاورینش کنار خودش جمع میکنه، میگه معاونین و مشاورین من چیکار بکنیم که ما 2 نمره بریم بالا. اینجا معاونا پیشنهاد میدن، میگن آقا بیا بچه ها امتحان بگیریم، بیا مثلا تو جون بچه ها دوتا شیر ول کنیم، بچه ها درس بخونن، امتحان مجازیشون بکنه، امتحان حضوری. گام سوم میرن اون کار رو انجام میدن و نواقص کار رو برطرف میکنن، میرن امتحان میگیرن، متقلبا رو میریزن بیرون، اونایی که درس نخوندن رو به اولیاشون میگن، همه این بازی‌ها رو در میارن، میگن امتحان بگیریم. پس گام سوم میرن امتحان میگیرن و متقلبا رو میکشن بیرون. گام چهارم میگه حالا بیا الان میانگین نمرات بچه‌ها رو حساب کنیم، ببینیم زیاد شد یا نشد. تو مثلا 3 تا امتحان بگیر، تو این 3 تا امتحان بیا ببین میانگین زیاد میشه یا نه. پس تو گام چهارم میای یه سری محاسبات میکنی، در واقع یه سری تحلیل‌ها به دست میاری. تو گام پنجم میای نتیجه گیری و بحث رو به پایان میرسونی، میای میبینی آیا این کاری که انجام دادی به نتیجه نشست یا به نتیجه نشست. اگر به نتیجه نشست اوکی، اگر به نتیجه نرسید دوباره از اول مسئله رو تعریف میکنی، طرح و برنامه‌ریزی رو عوض میکنی، میری اطلاعات دست میاری، اطلاعات رو نتیجه گیری و تفسیر میکنی، بعد بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردی تصمیم گیری و نتیجه نهایی رو انجام میدی. پس گام ها رو بریم با هم دیگه بخونیم. آقا گام ها، این گام هاست، میخوام کلید واژه هاشو بهت بگم. 5 تا گام داریم. کلید واژه اول، آقا بیان، اولین گام بیان دقیق مسئله است. بچه این الفاظ رو در تست یا در امتحان تشریح دیدید، یاد گام اول بیان دقیق مسئله بیفت. مسئله یا مشکلی طرح شده به درستی درک شود، تعریف و بیان شود. طرح یک سوال اولین گام، این کلید واژه. ببین کلمه طرح، کلمه طرح شده، کلمه درک شود،
دقیقاً بیان شود، تعریف شود. اینا همه مال بیان دقیق مسئله یا گام اوله. گام دوم چیه؟ از اینا میگذرم. گام دوم، دومین گام طرح و برنامه ریزی. ببین کلید واژه رو دقت کن، تو بیان دقیق مسئله بعد مسئله طرح شده، طرح کردن مسئله مال گام اوله. اما گام طرح و برنامه ریزی چیه؟ توی این گام باید اندازه نمونه، روش نمونه گیری، روش اندازه گیری متغیر و کسب دادا. بچه روشش چه شکلی نمونه انتخاب کنم؟ چند تا نمونه داشته باشم؟ نمونه منو چه شکلی ازش آزمایش بگیرم؟ از این آزمایش که به دست آورده اطلاعات چجوری در بیارم؟ همه اینها مربوط به گام دومه. همچنین توی این گام باید صحبت کنی که تو گام چهارم که میخوام نتیجه ها رو تحلیل بکنم چه شکلی تحلیل انجام شه. نکته بسیار مهم اینه در مورد شیوه تحلیل در گام چهارم هم در این مرحله تصمیم گیری میشه. آقا گام سوم بحث گردآوری و پاکسازی داده ها رو داریم. تو این گام سوم قراره نمونه گیری انجام بشه و داده های گردآوری و ثبت شده و خطا گیریش انجام بشه. خطاهایی که توی این گام سوم انجام شده تو همین گام سوم باید از بین بره. برای همین اسم گام سوم پاکسازی داده هاست. یعنی تو روش سوم میری داده ها رو به دست میاری، خطاهاش هم میریزی دور. مثلا خطاها چیه؟ این جدول رو نگاه کن. گفته داده های ثبت شده 5 تا متغیره در یک کلاس زبان. آقا توی یک کلاس زبان خب ممکنه 61 سال هم داشته باشیم، ایراد نیست، ولی یارو 41 ترم ثبت نام کرده، این احتمالا خطاست. نمره از میان 100 نمرات رو نگاه میکنیم، نمرات هم شاید خیلی مشکل نباشه. این 61 سال حالا بستگی داره، ممکنه یه سری 61 سال خطا بگیرن. ما 61 سال نمیتونه بره کلاس زبان؟ چرا میتونه بره، ولی چون سوال گفته 6 فرد ویژه دانش آموزان است من میتونم 61 سال خطا بگیرم، بستگی داره. پس میگم این خطا بستگی به مسئله‌ام داره. ممکنه که یه نفر 61 ساله رو خطا نگیره، ممکنه یه نفر 61 ساله رو خطا بگیره. باید به سوال توجه کنی. من 61 رو بین علت خطا گرفتم که سوال گفته ویژه دانش آموز است، اون دیگه فسیله. 61 سالی که دیگه دانش آموز نیستش که. متوسط ورزش روزانش 24 یارو 24 ساعت روز ورزش میکنه؟ خود الدایی هم 24 ساعت ورزش نمیکرد. این خطاها باید این تو مشخص بشن و از بین برن. گام سوم هم توضیح دادم، برسیم به گام چهارم. گام چهارم گامیه که تحلیل داده ها رو انجام میدیم. قراره گزارش شاخص آماری بگیرم، نمودار مناسب بدم و نتایجی که از اینها به دست میاد و استخراج کنم. تصمیم گیری نمی کنم، فقط نتیجه میگیرم. آقا اینجا توی گام چهارم یک سری اطلاعات مربوط به سال دهم لازمه که یاد بگیرید. من اینو برای کنکورتون آوردم، ولی الان میخوام جمع‌بندی بکنیم. میخوام بهت بگم اگر از سال دهم آماری که تو دهم داری توی دوازدهم به این قسمت ربط داره، ولی ازش میگذرم. گام پنجم رو میخوام بگم، گام بحث و نتیجه گیری. در این مرحله با توجه به شاخص‌هایی که داریم، نمودارها، همچنین محدودیت‌هایی که وجود داره، نتایج کار تفسیر و پاسخی بر. یعنی گام پنجم رو زیاد هایلایت کرد. گام پنجم با توجه به شاخص‌ها تفسیر و پاسخی برای مسئله پیدا می‌کنم. هر دلم تمام. بچه‌ها من سعی کردم تا حالا تو یک ساعت و نیمی که داریم خیلی عزیزی اردلان، خیلی ممنونتم، انرژی ما از تو میگم، انرژی رو از بچه‌ها میگیرم. بچه‌ها میخوام بهتره کنید دیگه. یعنی ما قبل از جلسه با آقای شفیع صحبت کردیم که گفتیم آقا واقعا اگر ریاضی همیشه، یعنی ریاضی انسانی ها همیشه مظلوم قرار گرفته. بچه انسانی فکر میکنن خیلی درس پر اهمیتی نیست، اتفاقا با اهمیته، ولی چون جذاب، چون شیرین شاید مطرح نشده، یه خورده برای انسانی ها سخت به دلشون میشینه. گفتیم آقا چیکار کنیم ریاضیشون خوب شه؟ سعی کنیم یه خورده لایو پرقدرت بریم. ولی آقای شفیعی پیشنهاد کرد، گفت اگر بازم خواستن میذاری لایو. گفتم من هر چه تایم خالی دارم آقای شفیعی، اگر سال دونسی برای بچه‌ها لایو میذارم. پس بچه‌ها انرژیمو از شما میگیرم، انرژی برام بفرستید. مطمئن باشید تا هر زمانی که لازم باشه براتون لایو رایگان میذاریم.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ماچ به کلتون. خدا یادتون. خدا حافظ. اردلان خسته نباشی.